در گالری مازا هستیم در واشنگتن دی سی. امشب مراسم اکران ویژه فیلم پالیتیکس آف فشن هست، یا در واقع سیاست‌های مد، یک فیلم مستند که مسیر تکامل مد در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا رو بازگو می‌کنه. شهر واشنگتن دی سی مرکز سیاست نه تنها در آمریکا بلکه از کانون‌های عمده سیاست جهان است. هویت این شهر تا حدی با سیاست گره خورده که جوانه به دیگرش تحت شعاع قرار گرفته. یکی از این جوانب صنعت مد است که به عقیده بسیاری از کارآفرین‌ها و کارشناسان در مرکز سیاست دنیا در حال شکوفایی است. نکته‌ای که در فیلم سیاست‌های مد بر آن تاکید می‌شود. بنیانگذار شرکت مد سپلت LLC، فیلمساز و کارگردان فیلم سیاست‌های مد است. او در مراسم فرش قرمز به مناسبت اکران این فیلم از انگیزه‌اش برای ساخت فیلم می‌گوید. My primary goal for making the movie was really to kind of showcase what fashion in DC really looked like. هدف اولیه من از تولید فیلم این بود که چهره واقعی صنعت مد در واشنگتن دی سی رو به تصویر بکشم. اونم بیشتر از جنبه تجارت. میدونین واشنگتن به عنوان یک شهر مدپسند شناخته نشده. به عنوان کسی که در عرصه مد کار میکنه، دوست دارم به مشتریان بالقوه نشون بدم که صنعت مد در این شهر واقعا چطوریه. ورای سیاست‌های واشنگتن دی سی، دنیایی از مد، ابتکار و کسب و کار وجود دارد. جایی که شخصیت‌های پرنفوذ، پرقدرت و کارآفرین در تلاشند تا چهره حقیقی شهرشان را به نمایش بگذارند و آینده آن را مشخص کنند. ایلین حدود 2 سال روی تولید مستند سیاست‌های مد وقت گذاشت و طی این مدت با 40 نفر از کسانی که در عرصه مد فعالیت می‌کنند مصاحبه کرد. I started the journey about 2 years ago, roughly. Yeah, it's been a very long process. تولید فیلم رو 2 سال پیش شروع کردم. روند خیلی طولانی بود و صنعت مد در واشنگتن تا یه همین 2 سال هم کلی تغییر و تحول پیدا کرد. برام مهم بود که مسیر این تحول رو به مردم معرفی کنم و این طور شد که تصمیم به ساخت فیلم گرفتم. نکته ای که حین تولید فیلم خیلی حواسم بهش بود این بود که تیک کامل سوژه مد واشنگتن دی‌سی در فیلم مطرح بشه. از طراح گرفته تا مشتری. خیلی ها وقتی به مد فکر میکنن فقط طرح‌ها و مدل‌ها به ذهنشون میاد و نمیدونن که یک گروه بزرگی پشت پرده کار میکنن. عکاس‌ها، آرایشگرها، تبلیغ کننده ها و آگاهی دهنده های رسانه‌ای و مشاوران تصویر. برای من مهم بود نقش همه این افراد رو در فیلم انعکاس بدم. ریکی پلتمن یکی از این چهره هاست که در فیلم سیاست های مد حضور دارد. او متولد اوهایو است اما 10 سال است در واشنگتن دی سی زندگی می کند و اینجا 2 بوتیک لباس دارد با سبک های مدرن که مورد توجه بسیاری قرار گرفته. Lot of people from the administration and all the different agencies, some cabinet members, congress people, lawyers. خیلی ها از بخش های مختلف دولتی، اعضای کابینه، کنگره، وکلا به بوتیک من میان. بیزنس خوبیه و بیشتر مشتریام حالا دوستام هستن. آیلینم من رو از طریق فروشگاه میشناسه و اینطور شد که از من خواست در این مستند شرکت کنم. شانی برنز از دیگر کسانی است که در مستند سیاست های مد شرکت کرده. 25 سال تجربه او در زمینه مد توجه ایلین منسا کارگردان را جلب کرد. I worked for Bloomingdale's for a long time and Saks Fifth Avenue. من مدیر مد شرکت‌های بلومینگدیلز و ساکس فیفت اونیو در واشنگتن و نیویورک بودم. رویدادهای مد برگزار می‌کنم و برای طراح‌های زیادی کار کردم. تصویر واشنگتن 20 سال پیش هنوز در ذهنمه. برای همین در فیلم یه جورایی به عنوان مورخ مد از من استفاده شده. شانی میگوید جو جدیدی صنعت مد نه تنها در واشنگتن بلکه کل کشور را فرا گرفته. You don't have to be in a major city to be a designer anymore. You don't have to be in New York, you don't have to go to LA. این روزا برای اینکه طراح مد بشی دیگه نیاز نیست که حتما در یک شهر بزرگ زندگی کنی. مجبور نیستی به نیویورک یا لس آنجلس بری. میتونی از زیر زمین خونت کار کنی. چون اینترنت و شبکه‌های اجتماعی اجازه میده از آشپزخونت با هر جای دنیا که می‌خوای کسب و کار داشته باشی.
به نظر من برای رشد صنعت مد فرصت بسیار بزرگی است، نه تنها در واشنگتن بلکه تک تک شهرهای آمریکا. So I think there's a huge opportunity for fashion in Washington but also every city in the US. ایلین نیز آینده درخشانی در زمینه مد در انتظار واشنگتن می‌بیند، اما بر این باور است برای اینکه واشنگتن به عنوان یک شهر مدپسند شناخته شود چالش‌هایی در راه است. We kind of mentioned what are some of the challenges the DC fashion community is facing. چالش‌هایی هست که در فیلم هم بهش اشاره شده و یک سری راه حل برای روبرو شدن با مشکلاتی که در پیشه. به نظر من ما شهروندان واشنگتن دی سی باید از مشکلاتی که با هم داریم بگذریم. یکی از کسانی که در فیلم باهاش مصاحبه کردم به بهترین شکل این حرف رو زد. گفت صنعت مد دی سی احتیاج داره اعتماد به نفسش رو بیشتر کنه. به جای اینکه دی سی رو با شهرهای دیگه مقایسه کنه، باید هویت مد شهر خودمون رو کشف بکنیم و جای خودمون رو در عرصه مد جهانی پیدا کنیم. زمانی که بر این موضوع تمرکز کنیم و به عنوان یک جنبش گروهی این نگرش رو به دست بیاریم، میتونیم در مد به جلو حرکت کنیم. Well, I guess the answer to that question would be it depends how you define industry. Would I love manufacturing to be in Washington? Yes, I think. فیلم سیاست‌های مد 17 ماه ژوئن 27 خرداد ماه در سینمای استریت واشنگتن دی سی به نمایش در می‌آید. ماندانا تدایون، صدای آمریکا. The next step now is to really establish a market. It's actually less important for this to be seen as a fashion capital. What's a lot more important is for there to be a real creative industry. It's an exciting time to be in Washington.